بیش از 50% کودکان در افغانستان در معرض خشونت های خانوادگی و اجتماعی قرار دارند. در همین حال نهاد تحقیقاتی و ارزیابی غیر دولتی افغان و اداره احصایه مرکزی به والدین افغان هشدار داده است که ادامه برخوردهای خشونت آمیز با کودکان عواقب بدی به همراه خواهد داشت. مریم آسی گزارش می دهد. روز یک شنبه مصادف می شود با روز جهانی کودک. از این روز در حال در افغانستان تجلیل می گردد که بر اثر آمارهای موجود همکنون بیش از 50,000 طفل تنها در شهر کابل در معرض خطرهای گوناگون قرار دارند. نهاد غیر دولتی تحقیقاتی و ارزیابی افغانستان و اداره احصای مرکزی می گویند کودکان افغان در درون خانواده هایشان با خشونت های گسترده روبرو هستند. این نهادها بر نیاز راهنمایی والدین افغان برای کاربرد روش های بهتر با کودکان تاکید نموده و هشدار داده است که ادامه برخوردهای خشونت آمیز با اطفال عواقب بد را به همراه خواهد داشت. آنان می گویند شمار زیادی از کودکانی که در جریان سالهای جنگ اعضای خانواده هایشان را از دست دادند در کنار جاده ها دست فروشی و گدایی می کنند و از رفتن به مکتب و آموزش باز مانده اند. گفته می شود این اطفال در معرض تهدیدهای چون خشونت، توهین، لط و کوب و اختطاف قرار دارند. اطفال های خیلی خرد کار میکنن که و اقتصادشان ضعیف هستن و بسیاریشان از مکتب محروم هستن. ما به خاطر از اینجا برازی آمدیم که این جمع کنیم. اقتصاد ما ضعیف است، در خانه ما چیز نیست. پدر ما هم کراچیوان است، خودم در صنف پنج مکتب هستم و که پدرم کمک میکنم که در خانه ما چیز باشه. اطفال افغانستان به وضعیت وخیم قرار داره که خانواده های از او نمیتونن رو به مکتب روان کنن به خاطر که اقتصادشان ضعیف است و اگر یا رو به مکتب روی کنه میتونه در آینده برای کشور خود خدمت کنه، ولی متاسفانه که این خانواده ها نمیتونه اطفال خود رو به مکتب روان کنه به خاطر که اقتصادشان ضعیف است. میتونه بچه خود رو به مکتب روان کنه نمیتونه بالای از او کار کرده و خرج خانه و مصرف زندگی خود پیدا میکنه. که ما در این کشور یک جنگ زده، ما باید سر از این کار کنیم که ما پیدا بکنیم که اطفالی که واقعا با خشونت مواجه هستن که تعدادشان متاسفانه غالبا باید زیاد باشه، از این احصایه بگیریم که گپ از چی قرار است. هرچند شاید احصایه به اون صورت نتانیم بگیریم، برای از این که اکثر کتمان میکنن، شاید چیزی که وجود دارم، عواملی که وجود داره را شاید نگوین، اما یک مقدار سروی باید صورت بگیره و ما باید این را پیدا بکنیم. در این حال نهاد مستقل دفاع از حقوق اطفال از برنامه های دولت افغانستان و سازمان های کمک دهنده انتقاد می کنند. با گفته ای آنان دولت مسائل مربوط به کودکان و حقوق آنان را در اولویت های کاری خود قرار نداده است. این نهادها می گوید خانواده ها و والدین در افغانستان باید بدانند که خشونت علیه اطفال امر قابل قبول نیست. گفتنی است در حال حاضر 60,000 طفل زیر سنین 1 الی 12 سال در سراسر افغانستان در معرض قاچاق، تجاوز جنسی و دیگر سوء استفاده ها قرار دارند.